فقط خبرها. Put his hat as the coordinator of the joint position and sort of choreographed. پیشنهاد وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه CNN اتحادیه اروپا برای بازگشت همزمان تهران و واشنگتن به برجام پا پیش بگذارد. پایان رأی‌گیری بعد کلیات بودجه 1400 دولت میگوید تغییرات پیشنهادی مجلس به زندگی مردم ضربه میزند. توصیه گزارشی تازه به دولت بریتانیا و جهان برای حفظ طبیعت معیارهای توسعه اقتصادی را عوض کنید. و سرنوشت یک نوجوان بریتانیایی 7 سال بعد از آن که به داعش پیوست. سلام عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی BBC. وزیر خارجه ایران برای خروج از بنبست با آمریکا بر سر توافق هسته‌ای پیشنهادی مطرح کرده. محمد جواد ظریف به شبکه خبری CNN گفته طبق سازوکارهای پیش بینی شده در برجام در چنین مواقعی اتحادیه اروپا باید میاندار شود. و از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواسته به عنوان رئیس کمیسیون مشترک برجام مسئولیت هماهنگی لازم برای این کار را به عهده گیرد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. 5 سال و نیم از این روز و چهره‌های خندان برجامی گذشته، اما بازگشت به وضعیتی مشابه آن روزها تبدیل به معمای مرغ و تخم مرغ شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا میگوید که کشورش آماده است به برجام برگردد اگر ایران به همه تعهداتش در چارچوب برجام عمل کند. کلی اونها باید به طور مؤثر از آن طرف ایران میگوید که اول باید تحریم ها برداشته شوند. ما باید آثار رفع تحریمی رو در ایران ببینیم، یعنی اینکه یک امضا بر روی کاغذ کفایت نمی کند. حالا وزیر خارجه ایران در مصاحبه با کریستین امانپور در CNN راه حلی میانه ارائه کرده. می توان راهی پیدا کرد که این اتفاق همزمان رخ بدهد یا با هماهنگی کافی. در برجام مکانیزمی وجود دارد به نام کمیسیون مشترک و کمیسیون مشترک هم یک هماهنگ کننده دارد که فدریکا موگرینی بود و حالا هم جوزف بورل این مسئولیت را بر عهده دارد. او می تواند هماهنگی لازم را انجام بدهد و اقداماتی را که ایران و آمریکا باید انجام بدهند تعیین کند. کمیسیون مشترک برجام جایی است که نمایندگان طرفین برجام دور یک میز می‌نشینند تا این توافق پیچیده را اجرا کنند. با توجه به پیشنهاد آقای ظریف، آمریکا باید ابتدا به برجام برگردد تا بتواند در این جلسه شرکت کنند و همینجا تکلیف روشن شود. جو بایدن بارها تکرار کرده که علاوه بر برجام به دنبال حل مسالمت‌آمیز مسائل دیگری نیز هست. مسائلی مانند سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه موشکی. آیا این موضوع به مشکلی بر سر راه احیای برجام تبدیل خواهد شد؟ توافق هسته‌ای بر اساس آنچه ما می توانستیم توافق کنیم و آنچه نمی توانستیم توافق کنیم به دست آمد. این توافقی است که به دست آمده و آمریکا باید بپذیرد. ما عمدن تصمیم گرفتیم که درباره مسائلی به خصوص توافق نکنیم، نه به این دلیل که بی‌توجه بودیم، بلکه به این دلیل که آمریکا و متحدانش آماده نبودند کاری را که باید انجام دهند. آیا آمریکا آماده است که صادرات سلاح به منطقه ما را متوقف کند؟ زمانی وزرای خارجه ایران و آمریکا اینچنین دوشادوش هم ایستادند، حالا اما شکاف میان واشنگتن و تهران آنقدر جدی است که هنوز چشم‌اندازی برای تکرار موقعیتی شبیه به این دیده نمی‌شود. موقعیتی که شاید غیر ممکن نباشد، اما رسیدن به آن با دشواری‌های روبروست. کیوان حسینی، BBC. از حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران پرسیدم درخواست وزیر خارجه ایران برای میانجیگری اروپا و بازگشت همزمان دو طرف به تعهدات چقدر عملی است. نقطه قوت برجام در واقع اون حلقه واسطی است که بین ایران و آمریکا ایستاده، وگرنه ایران و آمریکا که در دو قطب مخالف همدیگر ایستادن فرقی هم نداره آقای ترامپ باشه در اونجا یا آقای بایدن باشه.
دو کشور رابطه دیپلماتیک ندارن، اختلافات عدیده‌ای دارن، هر روز هم هر حادثه‌ای میتونه مشتعل بکنه. اما اتحادیه اروپا این وسط نقش ایفا کرده، نقشش هم بسیار مؤثر بوده و آقای ظریف در واقع داره به همون نکته اشاره میکنه، میگه اگر شما ایده ای دارید از طریق اتحادیه اروپا مطرح کنید، اگر ما داریم از طریق اتحادیه اروپا مطرح کنیم. اما در واقع به یه معنا یه جایی هم اینجا مشکلی ایجاد میشه و اون اینکه خب در اعضای اتحادیه اروپا ما دیدیم که رئیس جمهور فرانسه با یک پیشنهاد خیلی عجیب و غریب این روزها آمد جلو و گفتش که در تیم مذاکره کننده عربستان سعودی هم حضور داشته باشه. خب این رو چیکار میخواد بکنه آقای ظریف؟ ولی در کلیت به هر حال نقطه قوتی که بین ایران اتحادیه اروپا آمریکا قرار داره به نظر من همه حلقه واسط اتحادیه اروپاست که به نظر من هم فعال شده و بیش از این هم فعال خواهد شد و نقش ایفا خواهد کرد در هفته هایی که پیش رو داریم. در صحبت های وزیر خارجه جدید آمریکا بارها خب میشنویم از این که توافقی فراتر از برجام اونها میخوان که نقش منطقه‌ای ایران رو هم در بر میگیره، همینطور برنامه موشکی ایران رو. در صحبت دیشب آقای ظریف آیا میشد از صحبت هاشون نکته‌ای رو گرفت که موافق این هست یا نه؟ بله، اتفاقا یا خاطرتون باشه پیشترها هم آقای روحانی یه جمله‌ای گفته بود که اگر امتیاز بیشتری میخواهید امتیاز بیشتری هم باید بدهید، یعنی به عبارت دیگر موضوع فراتر از برجام رو هم میخواهید وارد بحث بشود، خب شما هم بایستی امتیازات بیشتری بدهید. این امتیازات بیشتر ای بسا اشاره تهران به این باشه یا همین صحبت آقای ظریف اشاره به این باشه که به هر حال آقای بایدن در شرایط بهتری قرار داره، کنگره هم در دست دارن دموکرات ها. اگر میخواهید امتیازات اساسی از ایران بگیرید، حالا بحث های منطقه موشکی و غیره، حقوق بشر، تا آیا حاضر هستید که تحریم هایی که کنگره وضع کرده بود و آقای اوباما هم نمیتوانست برطرف بکنه، آیا حاضرید اون امتیازات رو بدهید؟ این نکته اول. نکته دومی که وجود داره، من یه استنباطی دارم و اون این که چون ببینیم خیلی عجله در دولت آقای بایدن نمیبینیم برای اینکه سریع برگرده آنچنان که قول داده بود. به یک بیان میخوام بگم که دولت آقای بایدن هم خیلی بعدش نمیاد استخونهای زخم باشه. این تحریم هایی که آقای ترامپ گذاشته فعلا اثر خودش رو بگذاره. شاید مهمترین پرسشی که آقای بلینکن، دولت آقای ترامپ، بایدن باهاش مواجه هستن این هستش که آیا با این تیم مذاکراتی دولت حسن روحانی مذاکره بکنن یا تیم بعدی، چون دو تفاوت داره. اگر که همین استخون لای زخم اقتصاد ایران قفل باشه و وضعیت درونی ایران هشدارهای 96 و 98 و وضعیت وخیمی که وجود داره، انتخابات ریاست جمهوری 1400 بسیار سست و بیمایه و بیهویت خواهد بود. یه رئیس جمهوری با یه رأی اقلیت میاد، اون بخواد مذاکره کنه، خب آقای بایدن خواهد گفت خب شما که خیلی هویتی ندارید و امتیازات بیشتری میتونه بگیره. اگر با این تیم بخواد مذاکره بکنه، این مزیتش این هست که زبان مشترک دارن، همدیگه رو شناختن، با همدیگه صحبت کردن. ولی خب این قاعدتا این دولتی است که حالا فعلا چندین و چند 24 و خورده میلیون رأی داشته و حالا در شرایطی که ظاهرا این چنین هست. حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران. اما چند خبر کوتاه. یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی میگوید حمله‌ای به تلافی کشتن قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده را خونسا کرده. این شبکه به نقل از منابع اطلاعاتی غربی از دستگیری عده‌ای که آنها را عوامل ایران خوانده خبر داده و گفته آنها در حال ارزیابی امکان حمله به سفارتخانه‌های اسرائیل، آمریکا و امارات متحده عربی در یک کشور آفریقایی بودند. نام این کشور آفریقایی و تعداد و هویت افراد دستگیر شده ذکر نشده. در ایران نایب رئیس مجلس از بررسی طرحی برای لغو سربازی اجباری خبر داده. امیرحسین قاضی زاده اما گفته مجلس باید برای این طرح با ستاد کل نیروهای مسلح به توافق برسد. او گفته وقت سربازان تلف می شود و سربازی باید حرفه‌ای شود. بر اساس قانون اساسی ایران همه مردان بالای 18 سال باید به خدمت سربازی اجباری بروند.
ایران خدمه نفتکش توقیف شده کره جنوبی را آزاد می‌کند. گفته شده دلیل این تصمیم پیشرفت در مذاکرات تهران و سئول درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما می‌گوید این اقدام ایران ارتباطی با اختلافات دو کشور ندارد و حرکتی انسان دوستانه است. محمد عاطف رئیس کمیته رهبری جمعیت اصلاح افغانستان امروز در انفجار یک بمب در کابل کشته شد. طالبان گفته این حمله کار این گروه نبوده. در این انفجار یک نفر دیگر هم کشته شده و دو نفر زخمی شدند. در همین حال بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار از افزایش عملیات نیروهای آمریکایی خبر داده و گفته که هدف از آنها دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان است. در ایران مجلس کلیات لایحه بودجه 1400 را در حالی رد کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری برای دفاع از این لایحه در مجلس حضور نداشت. از دلایل مخالفت با این لایحه پیش بینی فروش روزانه 2,300,000 بشکه نفت بوده که به گفته رئیس مجلس قابل تحقق نیست. همزمان آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت تغییر در محورهای اصلی لایحه بودجه به معیشت مردم صدمه جدی می‌زند. 148 نماینده مجلس ایران به کلیات بودجه رأی مخالف دادند. سه سال محاصره اقتصادی که ذخایرمون رو استفاده کردیم امروز در چه شرایطی هستیم؟ دولت با این وضعیت داره کشور رو اداره میکنه. تو این دو سال اخیر که ارز 4200 تومانی بوده کدوم یک از این شهروندان ما مردم مرغ 4200 تومانی دستش رسیده؟ داروی 4200 تومانی دستش رسیده؟ پایان رأی‌گیری تصویب نشد. بله. هادی چاوشی خبرنگار اقتصادی از روم به ما پیوسته. آقای چاوشی، دیدیم بخشی از این اعتراض‌ها رو، از اون طرف واکنش دولت که تقریبا خوشحال است از اینکه این لایحه رد شده، برای اینکه میگن طرح اونها نبوده، تغییرات زیادی کرده بوده. اما این شرایط دولت رو با چه چشم‌اندازی روبرو می‌کنه؟ فکر میکنم رأی امروز نماینده ها درباره لایحه بودجه در واقع اعلام این بود که کلیت مجلس حاضر نیست مسئولیت تصویب این بودجه رو به عهده بگیره. دولت هم که به دلیل تغییرات زیادی که کمیسیون تلفیق در لایحه‌اش ایجاد کرده بود میگفت من دیگه این بودجه رو قبول ندارم. امروز توی مجلس بعضی نماینده ها میگفتن که دولت اعلام کرده اصلا یه همچین بودجه‌ای رو اجرا نخواهد کرد. حالا البته درباره اینکه دولت تا چه حد میتونه چنین کاری رو انجام بده بحث هست، ولی به هر حال مسئله اینه که کمیسیون تلفیق اومده بود سقف کلی بودجه عمومی رو از 840,000 میلیارد تومان پیشنهادی دولت به نزدیک 1,200,000 میلیارد تومان افزایش داده بود که یه رشد بالای 40% رو در مقایسه با لایحه دولت نشون میداد. خود کمیسیون تلفیق البته میگفت بخشی از این افزایش به خاطر اینه که ما اومدیم ارقام پنهان لایحه دولت رو شفاف کردیم، ولی حتی بعد از خارج کردن اون بخش‌ها هم باز یه 180,000 میلیارد تومانی به منابع بودجه عمومی اضافه شده بود که یعنی 18% رشد نسبت به لایحه دولت. و خب این عجیب بود به خاطر اینکه خیلی از اقتصاددان‌ها از جمله خود مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بودن یکی ایرادات اصلی لایحه بودجه دولت اینه که تو بخش هزینه‌ای 60% منبسط شده، ولی کمیسیون تلفیق اومده بود حتی این افزایش رو بیشتر هم کرده بود. بنابراین دولت خب احتمالاً باید تصمیم بگیره در این باره، ولی هنوز انگار زمانش فراهم نشده براش. و در مورد اینکه پیش بینی صادرات نفت در بودجه بارها و بارها صحبت شده و بخشی از این اختلاف نظر هم همونطور که گفتیم بر اثر این پیش بینی این هست که دولت چقدر نفت میتونه صادر بکنه، دولت حالا در اینجا در مورد اینکه در واقع درآمدهاش چه باشه و هزینه هاش چه باشه آیا دست بازتری خواهد داشت در شرایط کنونی با تصویب نشدن این لایحه؟ ببینید قانونا کشور باید بودجه داشته باشه. به هر حال الان ظاهرا دولت یه وقت دو هفته‌ای داره که لایحه جدید بده، ولی خب تا پایان سال مدت زمان کمی مونده. معلومه که تصویب بودجه کامل قبل از عید اتفاق نمی‌افته. حالا دولت باید مثلا یه لایحه 312 هم ارائه بده یا خود مجلس یه مصوبه موقتی بده برای 3-4 ماه اول سال 1400 دولت بتونه اجرای قانون بودجه امسال رو با یه درصدی افزایش ادامه بده. این که میگن دولت خوشحاله به خاطر اینه که تو اتفاقاتی که تو کمیسیون تلفیق افتاده بود تو بودجه خیلی خلاف نظرش بود و حالا لااقلش اینه که میتونه وضعیت فعلی رو ادامه بده، یکم خوشحال‌تر خواهد بود. اما البته برای اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد ما باید به تجربه سال‌های اخیر هم توجه کنیم.
این تجربه نشون میده که ممکنه مثلا با یه دستور رهبری یا یه مصوبه شورای سران قوا کلا ماجرا رو ببرن خارج از مجلس و اونجوری فیصله بدن. هرچند همونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته نتیجه چنین اتفاقی میتونه تشریفاتی تر شدن نقش مجلس تو ساختار اداره کشور باشه و همین شفافیت نیمبندی هم که الان درباره ارقام بودجه وجود داره از بین بره. ممنونم از شما. هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی از روم با ما. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سخت خبر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از اتحادیه اروپا خواست برای بازگشت همزمان ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای پا پیش بگذارد. مجلس ایران کلیات لایحه بودجه 1400 را در غیاب رئیس جمهوری رد کرد. در ادامه این برنامه، سرنوشت متفاوت دو همشهری اهل کاردیف در بریتانیا، یکی عضو داعش و زندانی، دیگری گزارشگر بی بی سی. گزارش ها از ایران. هاکی است که حال علی انصاریان، فوتبالیست سابق و از چهره‌های تلویزیونی ایران، وخیم است. پزشک معالج آقای انصاریان گفته به دلیل افت شدید سطح اکسیژن خون او به کمای مصنوعی برده شده. آقای انصاریان به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان فرهیختگان بستری است و همکنون گروهی از طرفدارانش مقابل این بیمارستان تجمع کردند. همکارم پویا قربانی از لندن با ما هست. پویا، تو دنبال کردی واکنش ها رو به خصوص در شبکه های اجتماعی؟ چه میشنویم در شبکه های اجتماعی در این مورد؟ مجید، به غیر از هواداران آقای انصاریان، عده‌ای از فوتبالیست‌ها و پیشکسوت‌های پرسپولیس و تیم ملی هم در محل بیمارستان فرهیختگان حضور پیدا کردن. از جمله ما تصاویری از ورود علی کریمی همزمان با ورود علی پروین رو به ساختمان بیمارستان دیدیم. نیما نکیسا در اونجا حاضر شده و نسرین مقانلو صبح تصاویری ازش بود که اونجا حاضر شده. بسیاری به این دارن به دیده انتقاد نگاه میکنن که اولا حضور این همه چهره اونجا چه فایده ای داره؟ آیا ممکنه احتمال نقض پروتکل‌های کرونا وجود داشته باشه؟ ورود اونها به بخش کرونا چه تأثیری بر حال خود اونها خواهد گذاشت؟ آیا اونها با پوشش ویژه مثل اون گان‌ها و شیلدهایی که برای در این موارد تدارک داده شده وارد بخش میشن یا به چه صورت است؟ به هر حال سوال‌های زیادی مطرحه، نگرانی‌های زیادی مطرحه که ممکنه پروتکل‌ها در اینجا نقض شده باشن. اما به غیر از اون، در شبکه‌های اجتماعی بسیاری دارن آرزوی بهبودی آقای انصاریان رو می‌کنن، بسیاری به یاد مادر او هستن و آرزو می‌کنن که او مادرش رو تنها نذاره. عده دیگه‌ای با توجه به اون خبری که منتشر شده بود که انصاریان نیاز به معجزه داره، اشاره کرده بودن که احمد رضا عابدزاده که امروز هم به عیادت انصاریان رفته، اون هم چند سال پیش به دلیل لخته مغزی که داشت میگفتن احتیاج به معجزه داره، ولی خب تونست و برگشته الان به شرایط عادی زندگی. اما وجه دیگه‌ای هست در مورد حواشی وخامت حال علی انصاریان، اون هم پوشش رسانه‌ای این موضوع هست. اینکه بعضی انگار به نظر میرسه که مسابقه گذاشتن برای مخابره خبر بد، یا پزشک معالج او مثلا اظهار نظر کرده که در مورد جزئیاتی از پرونده پزشکی او اظهار نظر کرده که بعضی معتقدن که این افشای حریم خصوصی بیمار هست و بر خلاف قسم پزشکی هستش که پزشکان خوردن. از جمله مثلا من دیدم که عکس ریه انصاریان داره دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی و حتی در رسانه‌ها. خب این چه دردی رو از چه کسی دوا میکنه؟ یک خط باریکی بعضیا میگن که باید در این زمینه رعایت بشه، اون هم که چه مقداری کنجکاوی عمومی و در حقیقت دنبال کردن خبر است و چه مقداری هم حریم خصوصی علی انصاریان. ممنون آزاد. پویا قربانی، همکارم از لندن. چند خبر کوتاه. یافته های اولیه نشان میدهد واکسن کرونا اسپوتنیک وی روسیه 91% موثر است. نتایج آزمایش های فاز 3 این واکسن در مجله پزشکی لانست منتشر شده. در این آزمایش ها تقریبا 20,000 شرکت کننده 2 دوز واکسن را دریافت کردند. بیشتر نگرانی هایی در مورد موثر بودن این واکسن وجود داشت. قرار است اولین محموله این واکسن به تعداد 10,000 دوز تا 2 روز دیگر به ایران ارسال شود.
دادگاهی در مسکو امروز در مورد تبدیل حکم حبس تعلیقی الکسی ناوالنی منتقد رئیس جمهوری روسیه به حبس تصمیم می‌گیرد. گزارش شده که پلیس 200 نفر از هواداران آقای ناوالنی را در اطراف دادگاه دستگیر کرده. آقای ناوالنی از فرصتی که در دادگاه به دست آورد برای حمله به ولادیمیر پوتین استفاده کرد. او گفت نام پوتین در تاریخ به عنوان رهبری که مخالفانش را مسموم می‌کند ثبت می‌شود. آقای ناوالنی دو هفته پیش هنگام بازگشت به مسکو بازداشت شد. در میانمار حزب آنگ سان سوچی خواستار آزادی او احترام به نتایج انتخابات و تشکیل مجلس شد. در پی کودتای صبح دوشنبه در این کشور گزارش شده که خانم سوچی و تعدادی از سیاستمداران ارشد بازداشت شدند. ارتش به مدت یک سال حکومت نظامی اعلام کرده و در حال تشکیل دولت جدید است. کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی به این کودتا اعتراض کردند. پلیس چین بیش از 80 نفر را به اتهام کلاهبرداری و سوء استفاده از واکسن کرونا دستگیر کرده. بیش از 3000 دوز واکسن تقلبی هم کشف و ثبت شده. پلیس میگوید این واکسن ها در واقع سرم نمکی هستند و این کلاهبرداری از تابستان در جریان بوده. بیشتر هم چین با رسوایی در حوزه سلامت عمومی از جمله توزیع واکسن های تاریخ گذشته روبرو بود. در بریتانیا گزارشی که به سفارش وزارت دارایی این کشور تهیه شده میگوید پیشرفت اقتصادی بشر به بهای تخریب طبیعت بوده و این روند باید متوقف شود. این گزارش که امروز منتشر شد خواستار بازنگری در معیارهای سنجش توسعه اقتصادی شده و الگوهایی سازگار با طبیعت را برای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. فهم ما از اقتصاد اساساً نادرست بوده و این به بهای سنگین نابودی طبیعت تمام شده. این چکیده گزارش مفصل و مرجعی است که به سفارش وزارت دارایی بریتانیا تهیه شده. در این گزارش گفته شده که رشد تولید ناخالص داخلی ملاک مناسبی برای سنجش اقتصاد نیست، چرا که یک اقتصاد خوب فقط بسته به تولید و مصرف بیشتر نیست. همه چیز را در پول ندیدن ریشه در حکمتی قدیمی دارد، ولی شاید بعد از این راهنمای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هم بشود. بحران کرونا نشان داد که رابطه نادرست با طبیعت هزینه اقتصادی هنگفتی دارد. هزینه بحران کرونا چنان سنگین بود که جای انکار و بی‌تفاوتی باقی نگذاشت. اما از دست دادن 70% حیات وحش دنیا در 50 سال اخیر و 1.5 درجه سانتیگراد افزایش حرارت زمین نسبت به 200 سال پیش، هزینه هایی دارد که شاید به راحتی دیده نشود، ولی دودش به چشم همه می رود. تفکر معاصر اقتصادی اصلاً طبیعت رو به عنوان یک عامل تولید در نظر نمی گیره. اما طبیعت خونه ماست، تمام خدماتی رو به ما میده که از اون استفاده می کنیم و در اختیارمون قرار میده. ولی منصفانه نیست که شاخص‌های مثل تولید ناخالص داخلی شامل طبیعت نمیشه. نخست وزیر بریتانیا و دیوید اتنبرو مستندساز معروف از یافته‌های این تحقیق استقبال کردند. در این گزارش مشخصاً پیشنهاد شده که طبیعت و منابع آن ارزش‌گذاری اقتصادی شوند. این کار باعث می‌شود قیمت هر آنچه با هزینه کردن از منابع طبیعی تولید می‌شود دقیق‌تر و جامع‌تر باشد، به شرط آنکه در این قیمت گذاری بهای آن کالا و خدمات برای طبیعت نیز در نظر گرفته شود. چه این بها آلوده کردن طبیعت باشد، چه از بین بردن محیط‌های طبیعی، گونه‌های گیاهی و جانوری و چه برهم زدن سازوکار چرخه طبیعت. وزارت دارایی بریتانیا گفته است به زودی واکنش خود را به یافته‌های گزارشی که سفارش داده اعلام خواهد کرد. این خبر خوبی است چون نشان می‌دهد جدی گرفته خواهد شد. قرار است امسال کنفرانس جهانی تنوع زیستی در اردیبهشت ماه در چین برگزار شود. این اجلاس در حد و اندازه کنفرانس جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی است. هدف این است که دولت‌های جهان حفظ تنوع زیستی را به اندازه مقابله با گرمتر شدن زمین جدی بگیرند. گام اول در این راه پذیرش این نکته است که پیشرفت بشر بدون سلامت طبیعت نه ممکن است نه پایدار. سیاوش اردلان، بی بی سی. وقتی اصیل شهر کاردیف بریتانیا رو با هدف پیوستن به گروه داعش ترک کرد، یه نوجوان 17 ساله بود. حالا بعد از 7 سال یکی از هم مدرسه‌ای‌هاش که حالا گزارشگر بی بی سیه برای ملاقاتش به کردستان سوریه رفته.
اسیل به دست نیروهای کرد سوریه دستگیر شده و حالا در زندانه با آینده ای نامعلوم. این محله کرانگتاون شهر کاردیفه در منطقه ویلز با بیشترین تنوع نژادی. اولیویا با پسری به اسم ناصر مصنع به مدرسه می رفت که بعدها به گروه داعش پیوست. ناصر 7 سال پیش به سوریه رفت تا برای گروه داعش بجنگه. ناصر و خانوادهش برای نماز به این مسجد در شهر کاردیف می رفتند. اونا خانواده معمولی بودند. پسرها هم مثل بچه های دیگه بودند. هرگز به فکر کسی خطور نمی کرد که این دو بچه یه روزی برن داعشی بشن. یه چیزی اونها رو عوض کرد. من احساس شرمندگی میکنم. ما اینجوری تربیتشون نکرده بودیم. و خب این دردآوره. ناصر که رفت، برادر کوچکترش هم دنبالش رفت. اصیل مصنع 17 سالش بود و در یک بستنی فروشی کار میکرد. اصیل پسر خوبی بود، سرحال بود، همه رو میشناخت و همه دوستش داشتن. ولی وقتی ناصر رفت، اصیل حرف گوش نمیکرد و سرکش شد. پدر و مادر اصیل گذرنامه‌اش را مخفی کردند تا نتواند به دنبال ناصر به سوریه بره. ولی اصیل زرنگی کرد. 3 ماه بعد گذرنامه المصنع گرفت و رفت پیش برادرش ناصر. من گریه می‌کردم. دیگه خودم نبودم. 3 روز تو بیمارستان بستری شدم. ناصر و اصیل هر دو در سوریه ازدواج کردند و بچه دار شدند. حالا اولیویا به سوریه آمده تا با اصیل حرف بزند. اصیل در دست نیروهای کرد سوریه است. 2 سال است که اینجا زندانی شده. میشه بگی چطوری از بستنی فروشی در بندر کاردیف سر از داعش در آوردی؟ ما خبرهای سوریه رو از تلویزیون میدیدیم. مردم دائم کشته میشدن. بچه ها میمردن. بشار اسد داشت با بمبای بشکه‌ای مردم رو میکشت. خب تو چطوری به مردم سوریه کمک کردی؟ سوال خوبیه. ولی جوابی ندارم. در سال 2017 برادر اصیل یعنی ناصر در یک حمله هوایی کشته شد در حال طراحی یک حمله تروریستی در بریتانیا. پدرت میگفت تو خطرناکی. نه. اگه تو برادرت ناصر من تو شهرمون میدیدین گردنمو میزدین؟ من اگه در یک کشور غربی میدیدمت بهت دست نمیزدم. ولی برادرت چی؟ آره به احتمال زیاد. یعنی منو میکشت؟ احتمالاً آره. حالا دولت بریتانیا باید تصمیم بگیرد که اصیل مصنع را برای محاکمه به این کشور بازگرداند یا نه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.